درآمد نوا از آلبوم قافل سالار، اجرا استاد محمد رضا لطفی. دستگاه نوا، بازسازی و تقلید آثار قدما و هنرمندان بزرگ خیلی به مراجعان کمک میکنه که در کار نوازندگی پیشرفت پیدا کنن. تقلید از آثار، کپی کردن اونها و تلاش برای این که شبیه به آثار اونها بتونیم بنوازیم خیلی به ما کمک میکنه و ایده های خیلی خوبی میده و پیشنهاد میشه که از استادان مختلف برای این کار استفاده بشه، نه فقط یک استاد خاص، چون تقلید از یک نفر ممکنه ما رو خیلی شبیه به اون بکنه، ولی وقتی ما از افراد مختلف تقلید میکنیم و کپی میکنیم در دوران آموزش، البته ایده های بسیار خوبی برای خلاقیت خواهیم گرفت. در این اجرا که محل اجرای اون در ایتالیا بوده و کنسرت بوده در سال 1364 و این آلبوم توسط ساز نوروز به نشر رسیده تحت عنوان آلبوم قافل سالار، شامل دو بخش هست: راس پنجگاه که با تار اجرا شده و نوا که با سه‌تار اجرا شده. و در اینجا ما شروع کردیم به نوت نویسی و آوانگاری اون و نسخه دست نویسی اون در سایت ما موجود هست. در کانال تار نوا تلگرام، مدیریت این کانال دست نوشته های بنده رو به صورت کامپیوتری و رایانه‌ای بازنویسی کردن و بنده اونها رو ویلیش کردم و در حال حاضر باز در سایت ما و در اون کانال موجود هست. از ویژگی های اجرای استاد لطفی در این کار، سادگی و روانی جملات، استفاده از انگاره های ردیف و مدل های مختلف جمله بندی که در ردیف استفاده شده و دگره سازی بر روی تم های گرفته شده از ردیف موسیقی ایرانی و همچنین زمان بندی های دقیقی است که استاد لطفی به کار بردن. خیلی ها سوال میکنن که چرا ما همین جمله رو میزنیم ولی مثل استاد لطفی نمیشه یا مثل استاد علیزاده نمیشه. دلیل اون زمان بندی دقیقی است که این اساتید برای هر جمله قائلن، ضمن اینکه به دینامیک اون توجه میکنن، بالا و پایین رفتن نوت ها، صدا ها، که در اصل همه اینها روی هم رفته میشه حس نوازنده. یعنی وقتی ما میگیم فلانی داره با حس می نوازه، در اصل رعایت دقیق این اصول هست و رعایت دقیق این اصول برمیگرده به درست اندیشیدن و درست فکر کردن. یعنی خرد بالاترین چیزیست که ما رو به حس خوب سوق میده و خیلی موقع ها بعضی ها فکر میکنن که خرد ورزی و حسی ساز زدن دو چیز متفاوته و حتی اونها رو در اناد با هم میدونن، ولی وقتی دقیق نگاه کنیم میبینیم که کسی که با حس داره ساز میزنه کسی که تمرکز بالایی پیدا کرده و خیلی به تمام تک تک اجزا داره خوب فکر میکنه و میاندیشه و اون وقت هست که اون فرد داره با حس ساز میزنه. ساختار جملات در اجرای استاد لطفی بسیار دقیق و شیوا هست و به همین دلیل این اجرا به عنوان نمونه برای تقلید و کپی کردن در دوران آموزش توسط این جانب انتخاب شده تا هنرجویان بتونن از اون استفاده های شایانی ببرن. دستگاه نوا که در لغت به معنی پرده موسیقی یا پرده دستان در ساز هست، معانی مختلفی داره. دلم ز پرده برون شد، کجای این مطرب؟ بنال هان که از این پرده کار ما به نواست. این نام حتی به عنوان نام سازی که اون رو می نوازند و ساز خونیاگران هم استفاده شده، ولی برای ما این نوع ساز، یعنی سازی به نام ساز نوا، ناشناخته است. نوا در اصل مقامی است که واژه اون به معنی مطلق آواز، لحن، سرود، آهنگ استفاده میشه و از ترکیب اون با کلمات دیگه، پیشوند و پسوندها، واژه‌های جدیدی ایجاد شده، مثل نوا برکشیدن، نوا بستن، نوا برگرفتن، نوا دادن، نوا زدن، نوا گرداندن، نوا پیشه، نواخت، نواز، نواخانی، نوازش، نوازشگرا، نواگران، نوازشگری، نواسازی، نوازان،
نوازنده، نوازندگی، نواشناس، نواسنج، نوازیدن، نواساز، نواتراز، نواگر از جمله این ترکیبات هست. نوا از مقامات 12 گانه موسیقی قدیم ایران بوده که به عنوان دایره ثانی یا دوم از ادوار 12 گانه اثنااشعری به حساب میاد. همچنین دایره 14 از ادوار 84 گانه هست، ادواری که از ترکیب 7 ذوالاربع یا ذوالاربع که یک تتراکورد دانگ میشه با 12 ذوالخمس که در اصل به یک مجموعه نوتی میگیم شامل 5 نوت که ترکیب اونها 1/5 درست میسازه. از ترکیب اون تتراکورد ها 7 و 12 تا 84 تا دوایر داریم که در موسیقی قدیم ایران به کار میرفتن. صفی‌الدین ارموی دساتین نوا رو شامل سبابه زیر، مطلق زیر که اینها در سیم اول به کار می رفتن، فرس مثنا و مطلق مثنا که در سیم دوم به کار می رفتن، این پرده ها وسطای فرس مثلث در سیم سوم و سبابه مثلث و مطلق مثلث معرفی کردن. از لحاظ تشارک نغم، عشاق با نوا و بوسلیک به طور کامل تمام نغماتشون همخوانی داره و از نوع اول هستش داره که نغماتشون. از لحاظ مناسبت نغمات میتونیم بگیم عشاق و نوا بسیار در مناسبت هستند. مقام نوا داره 1/2 بانگ یا نیم بانگ بوده و داره 2 شعبه به نامهای نوروز خارا و ماهور که نوروز خارا خودش 2 گوشه میشده مولویات و خجسته و ماهور هم 2 گوشه میشده ایکیات و تور. نوا رو در کتب قدیم مأخوذ از صدای فاخته می دونستن و منسوب به برج دلو یا سنبله و توصیه می کردن به اجرا در مجالس فقرا در هنگام عصر. در تهجی موسیقی و حجابندی در تصنیف اول اون رو به وزن تن تنی تن تنی تنه و تصنیف دوم به وزن تن تنه تن تن تننی که به اون دورنوا یا نوا دور هم می گفتند. عبدالقادر بغدادی در لغت شاهنامه آورده که نوا نغمه‌ای در پرده صفاهان همانند حسینی هست که در اصفهان یا صفاهان قدیم نواخته می شده. فواصل قدیم نوا بر اساس تنینی بقیه تنینی تنینی بقیه تنینی است که میبینیم امروزه هم دانگ تنینی یعنی پرده نیم پرده پرده درش کار محوری رو انجام میده و امروزه میتونیم اون رو شامل مجنب مجنب تنینی تنینی بقیه تنینی تنینی بدونیم. اگر بخوایم فواصل قدیم نوا رو در نظر بگیریم شامل سول لا تنینی لا سی بمول سی بمول دو تنینی، بعد از این تنینی دوباره 1/2 ری داریم که تنینی هست، بعد ری تا می بقیه می به مو تا فا تنینی و فا تا سول تنینی خواهد بود که 1 اکتاو رو در نظر میتونیم بگیریم و میبینیم که با نوای امروزی کاملا همخوانی داره. همچنین امروزه ما از 1 مجنب به شکل ری تا میکرون، میکرون تا فا و 1 تنینی از فا تا سول داریم که 1 دانگ قبل از دانگ اصلی رو به ما میده. بعد از تغییر از ادوار قدیم به سیستم 7 دستگاه در دوران قاجاریه و همون حوالی میتونیم بگیم که 2 نام از مقام های قدیمی در سیستم دستگاهی به عنوان دستگاه ها استفاده شد. یکی نوا هست و یکی راست که هر 2 از مقام های قدیمی بودن و امروز جزء دستگاه ها هم به حساب میان. در تطابق نغمه ها از گام 18 نغمه یه قدیم اگر بخوایم نسبت به نوت های امروزی در نظر بگیریم، نوای 2 رو میتونیم در نظر داشته باشیم که امروز در تار هم خیلی رایجه
و بعد از اون نوای صلح هست که این اجرا هم نوای صلح خواهد بود. نوا در اصل یکی از دستگاه هاست در موسیقی امروز ایران و در موسیقی آذربایجان یکی از هفت مقام اصلی به حساب میاد. به علت تشابهش با شور، معمولا تئوریسین ها و کسانی که از قدیم در مورد تئوری موسیقی ایرانی مطالعاتی کردن از دوره وزیری به بعد که سردمدار اون علی نقی وزیری است، نوا رو انشعابی از شور میدونند و البته میدونیم که تفاوت های هم با شور داره، ولی انگار که از دل شور بیرون اومده و همچون شور دارای دو دانگ نامساوی است اگر بخوایم سیستم گامی رو براش در نظر بگیریم. اگر بخوایم نوای سول رو از سول و بعد لا سی بمول دو ره می کورون فا سول در نظر بگیریم که این ره می کورون فا سول معمولا اینجا استفاده می شد، ولی چون ما میخوایم از شاهد و نوت ایست کامل به عنوان نوت پایه گاممون استفاده کنیم، میتونیم بگیم که از سول تا لا دوم بزرگ داریم، از سول تا سی بمول سوم کوچک، از سول تا دو چهارم درست، از سول تا ره پنجم درست، از سول تا میکروم ششم نیم بزرگ و از سول تا فا هفتم کوچک، از سول تا سول هم که فاصله هشتم یا هنگام یا هشتم درست. اگر ما این فاصله ششم رو نیم رو به پرده بمتر میکردیم، در از میتونیم بگیم که گام کوچک تئوریک رو مشابه موسیقی غربی به دست میابردیم و البته دانگ اول این نوا کاملا همسان با دانگ مینور در موسیقی غربی است. اگر ما بخوایم نوای سول رو جزئی از شور ره بدونیم، چهارم شور یعنی چهارم بالاتر از نوت ره هم که سول میشه، در اصل شاهد نوای ماست و ایست نوا نوت دوم شور یعنی میکرون هست، ایست موقت. البته ایستای کامل ممکنه روی ره صورت بگیره که همون شاهد شور هم هست، یا ممکنه روی خود سول همون چهارم شور صورت بگیره. نام گوشه های نوا در ردیف موساخان معروفی: چهار مزراب، درآمد، کرشمه، گردانیه، نغمه، بیات راجع، حزین، عشاق، عراق، محیر، آشور، بستنگار، اصفهانک، حزین، زنگوله، نهفت، گوشت، اشیران، نیشابورک، مجسلی، حجسته، حسینی، ملک حسینی و ملک حسین، بوسریک، نیریز صغیر و کبیر، رهاوی، ناقوس، مسیحی، شاخطایی، تخت تاقدیس و رنگ نستاریست. البته در بحورالالهان بعد از نیریزی یا نیریز از ابل هم استفاده شده، بعد از عراق از عزال و دناسوری و بعد از تخت تاقدیس شهرآشوب، حربی و نستوری هم اومده که همون نستاری است، نستوری یا نستاری. در مشابهت برخی از گوشه ها با دستگاه ماهور، نام های مشابه رو میتونیم پیدا بکنیم بین دستگاه نوا و ماهور. همچنین مشارکت هایی با دستگاه شور یا سگاه هم در بعضی جاها وجود داره. نوا دستگاهی است که دارای فرودهای تقریبا مشابه هست در انتهای گوشه ها و چون در فرودها معمولا به سمت عقب میان و در بالا رونده به ایست نمیرسه، نیازی به محسوس طبیعتا نداره، یا اون نوت نیم پرده‌ای که بین نوت ماقبل آخر و آخر در هر گامی وجود داره و فرودهای بالا کبوتری شامل دو سول درش زیاد دیده میشه برای ایست روی نوت سول به عنوان نوت اصلی دستگاه. بنابراین نوتای مهم در نوا اگر در سیستم گامی بخوایم اون رو بررسی کنیم، نوت اول که همون سول هست، نوت چهارم یا زیر نوایان و نوت ششم که میکرون هست و ایست موقت ما رو شکل میده خواهد. فواصل درآمد، کرشمه، گردانیه و عشاق در نوا رو میتونیم با مقام قدیمی جانفضا تقریبا مطابق بدونیم و همچنین بیات راجع، نهفت و نیشابورک رو همچون مقام قدیمی نوا بدونیم. دستگاه نوا دارای یک وقار تفکر انگیز هست و بسیار موسیقی خاص و همراه با
آرامش رو به ما میده. در آخر مجالس معمولا نواخته میشده و به عنوان آواز خراب اون رو گاهی ازش یاد کردن، به علت حسن ختامی که به اون مجلس میداده. برو ساقی از من رسان با سلام، به نزد مغنی به لطف این پیام، که در عهد جنگ و برادرکشی، مخان خسروانی سرود از خوشی، که سارنگ و ماهور و شهناز و شور، سزاوار بزم سرورند و سور. چو خون بارد و اشک و آه از هوا، چرا چون بخانی نخانی نوا. این شعرها که از این است که نوا درش یک حزنی وجود داره، که البته شاید برای بعضی به این گونه تعبیر بشه، اما برای خود بنده نوا یک آرامش و وقار و مردانگی و ابهتی داره که در دستگاه دیگه شاید کمتر اون رو ببینیم و برای برخی ممکنه این به غم یا اندوه تعبیر بشه و برای خود بنده یک حالت شادی درونی و باطنی داره این دستگاه. به طور کلی اگر با سیستم دانگی که من به اون بیشتر معتقد هستم بخوایم نوا رو بررسی کنیم، نوای سول شامل ره، میکرون، فا، سول، دانگ شور هست. بعد از اون سول، لا، سیمول دو رو داریم که دانگ دشتی. بعد از اون دو، ره، می به مول فا و ره، میکرون، فا، سول که دانگ اوجی به حساب میاد که ما رو به سمت عشاق خواهد بود و جز در آمد که حال مقدر سول گردش میکنه، ما گوشه نهفت رو به عنوان طبقه خیلی مهم داریم، همچنین رهاب رو و همچنین عشاق رو که ما رو به سمت شور خواهد برد. دانکایی که در این قطعه استفاده شده لا، سیکورون، دو، ره، پیش دانگ شور هست. ره، میکورون، فا، سول، دانگ شور هست. بعد از اون سول، لا، سی بمول، دو، دانگ دشتی که از دانگ اول فقط دو و ره استفاده داره، از دانگ آخر هم دو استفاده نداره. کوک در این قطعه دو، سول، ره هست. سیم اول رو ما برابر با بی در نظر گرفتیم. علامت مایه نما سی بمول میکرون هست. برای اجرا در سازهایی که 25 پرده هستن مثل همین ساز، ما پرده فاسوری رو ایجاد خواهیم کرد، یعنی پرده فادیز رو میتونیم کمی بیاریم عقبتر که دارای فاسوری باشیم. سازهایی هم که 28 پرده هستن که این پرده رو دارن و در بسیاری از جاها که ما از فا به فاسوری میخواییم اشاره بدیم و در شور بسیار لازمه، میتونیم این رو به راحتی ایجاد کنیم. اجازه یک دور وزخوانی میکنیم قطعه رو. فا می فا می فا می ره می فا سول فا می رم سول سول فا سول سول بم فا فا می فا می فا سول بم سول بم سول سول فا می رم سول 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 بم لا سول فا سول فا سول فا سول فا می فا می فا می فا می فا می فا می ر می فا ر می ر می ر می ف ر سول فا فا می ر ر می سول با لا فا سول فا لا فا سول فا سول فا سول سول با سول می فا می فا می فا فا سول سول فا با فا می ر می ر می ر می ر با فا سول فا می ر می ر می ر می سول با دو ر ر می فا می فا سول 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 فا
ابتدا خیلی نرم از فا شروع میکنیم انگوش دوم فا می فا. پژواک‌ها رو روی فا به فاسوری در نظر داشته باشید. می فا. دوم میاد روی می. می ره می فا سا. راست چپ راست چپ تکریز. فا میر. روی فا یه حالت استکاتو خفه کردن داریم. فا میر. بم. از می اشاره به ره میکنیم. بعد انگوش دوم میاریم رو سل. اینجا پرسیم تر و محکم تر میتونه باشه. دوم یه رو سول 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 فامیر بم سول 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 سول. اینجا یه کنده داریم رو سول. بعدش راست راست بم. ببینیم که نوت سول به عنوان شاهد در اینجا معرفی میشه. فا سول فا سول فا سول سول سول. یه پله عقب‌تر از سول از چپ شروع میکنیم مثل همون قبلی. سول فا می فا می فا می فا می فا می فا می فا. چپ راست 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 میر. انگوش دوم میاد روی می که بتونه به ره اشاره بده. می فا. بعد سوم میاد روی فا در از یه جمله یه پرده پایین تر میخواییم فرود بکنیم. فا می ره می فا می فا می فا می فا. روی شاهد شور انگار ایست کردیم. برای با یک تحریر نشیب سو فا فا می می ره ره راست چپ راست 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 سو فاس فاس میس میس ره فرین. روی میم کمان های پی در پی رو میتونیم کم صدا ایجاد کنیم. سول با پرسیم تر میگیم لا همین رو تکرار میکنیم با کمی تفاوت. یه بالی میه مقابتر سال فا می فا می فا 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 سال. راست چپ راست چپ شلال هست. بم. باز یه پله پایین تر انگار میخواد دوباره باز فرودی رو بکنیم. فرود موقعه فا می ره می ره می ره می ره بم فاس فا می ره می ره می ره می ره سال. حالا با یک گذر برشو از دو به سمت لا خواهیم اومد. این گذر بر نوا بسیار پرکار برده و یکی از جملاتیه که انگار تمر نوا به اجرای ما میده. و نهایتاً جمله پایانی فاسو 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 به صورت راست چپ راست چپ راست چپ همراه با اشاره از سول به لا فا سول سول سول. روی سول دیگه این بار بدون مضراب. اولیش مضراب داره، بقیه دیگه کمانهای پدر پی هست که حالت پژواک به ما میده. بم Bye.
موسیقی